بسم الله الرحمن الرحیم مدینه فاضله اسلامی معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل سوم معشوق عرفانی هسته های مدینه فاضله صفحه 28 یک حیات و هستی آدمی در عالم خاک مشمول دو گمشدگی است گمشدگی خیشتن خیش خیش و گمشدگی یار دو ولی آدمی تا خود را نیابد و به گوهره هستی ذات خود نرسد به هیچ یاری هم نمیرسد و همه اقیارند حتی عزیزترین کسان هم بیگانه سه همه در جستجوی یارند بی آنکه بدانند که خود چیستند و چه کاره و چه میخواهند از خیشتن و این راز ناکامی در هر رابطه است که هیچ کس مرا در یابد حالا که تو خودت هم خیشتن را در یابی پس چگونه دیگری تو را دریابد؟ یابد چهار پس در حقیقت فقط عارفان یعنی خودیافتگانند که لایق یارند و به یار میرسند و یار شناسند و قدر یار دانند زیرا خود را شناخته و قدر و منزلت خود میدانند و میدانند که چه میخواهند و این راز یارداری و یارپروری است چرا که یار تو مرید توست پس اگر تو خود ندانی که چیستی و چه میخواهی و برای چه هستی و بر حق خود مستقر نباشی یار تو هم درباره بارت سرگردان است و این سرگردانی علت جفا و خیانت و فراغ است پنج آنکه به خود رسید مظهر اراده حق است و یار آمده تا اراده تو را محقق سازد و اصلا تو را پرستش کند تا ارادت قدرت کن فیکن یابد تا بشوی آنچه که هستی و میخواهی باشی یار مظهر ظهور توست و این ظهور عشق عرفانی است شش یار تو آینه ظهور توست و آینه گردان جمال آسمانی تو در میان خلق است هفت عاشق و معشوق در این رابطه مراد و مرید یکدیگرند متقابلند و اراده واحدی بر این رابطه حکم میراند که آن پروردگار است و نهایتا خداوند در این رابطه دیدار می شود. هشت این رابطه ی آدم هوایی در بهشت است که بر روی زمین یک بار دیگر محقق شده است. منتها نه در جنت که در رزوان که مقامی برتر از جنت است، که بهشت عرفانی است نو no. مردی که آدم شد حوایش را مییابد و زنی که حوا شد آدمش را مییابد آدم شدن مرد همان رسیدن به مقام توحید و خلافت اللهی وجود است یعنی رسیدن به خداوند در خیشتن و حوا شدن زن هم پذیرش ولایت همسر است با جان و دل یعنی درک و تصدیق و پذیرش محبت شوهر بی هیچ ناز و مکر و نفاقی که منجر به تمکین و تسلیم در قبال اراده شوهر می گرده. چرا که هوا مظهر باطن آدم است و بایستی در وجود او قرار گیرد تا صاحب وجود شود و به استقلال وجودی نائل آید و در غیر این صورت تا ابد در یوزه او و بازیچه مردان است. و اسیر بلحبسی خیشتن این بلحبسی که بیشکی زن است حاصل بیقراری و بی وجودی است جایگاه وجودی زن مرد است زن فقط در مرد است که به خود می رسد و خود می شود و مرد هم در کنار زنی مرید است که در خود قرار میگیرد به شرط آنکه که به خود رسیده باشد مردی که به خود رسید عبای وجودش را می آبد. مردی عارف و زنی مؤمنه با همدیگر پدیدا برنده یک زوج عرفانی هستند و برپا کننده عشق عرفانی در جامعه که این عشق احیاگر و بیان کننده و تعین بخشه همه معارف و حکمت های توحیدی است به زبان دیگر این عشق عرفانی کارگاه دین زنده است ده پس اندک و کیمیاست زناشویی هایی که تبدیل به عشق عرفانی شوند و این نوع زناشویی بر پاکنندی تمدن ها و فرهنگ ها بودند. مثل ابراهیم و هاجر یا محمد و خدیجه و علی و فاطمه. یازده اکثر عارفان و حکیمان و پیامبران بزرگ طبق گواه تاریخ صاحب یار عرفانی در پنهان یا آشکار بودند. مثل لاوتزو بودا، سقرات، افلاتون و غیره از این یار عرفانی در ادبیات عرفانی ما نیز سخن فراوان است یا حافظ مشهورترین بانی هویت یار عرفانی است دوازده. یار عرفانی هرچند از جنس مخالف است ولی این رابطه مطلقا جنسی و شهوانی نیست و رابطهای بالاتنی است و به نوعی همسر بهشتی محسوب می شود این همسری و همدلی تماما سرچشمه جوشش حکمت و عرفان و علم لدنی است و نهایتا مهد معراج و لقاء الله نقش روحانی و وحیانی حضرت خدیجه علیه السلام در نبوت محمدی یکی از مشهورترین این روایات است که مولوی در مصنوی خود شرح عارفانی از این رابطه عرضه کرده چهارده. برخی از این عشقهای عرفانی به ازدواج انجام میده و بسیاری همچنین نبوده است مثل واقعی رابطه ادویه و یا طاهره قرتالعین پانزده زنهایی که در مقام یار عرفانی قرار گرفتند هویتی به قایت انقلابی و بدی و خلاق از خود بارس کردند و اکثرا در تاریخ ماندگارند همه زنهای بزرگ تاریخ از این جریان عرفانی رخ نمودند. 16. نقش سرنوشت ساز و عرفانی این زنها در عرفان اسلامی نقشی بنیادین و محوری است که به واسطه فرهنگ مردم سالاری حاکم بر جوامع اسلامی اکثرا مکتوب و بینامونشان و سمبولیک گزارش شدند. مثل یار عرفانی ابن عربی در مکه که اساس پیدایش شاهکار جاودان او به نام فتوحات مکی است ولی نامی از او گزارش نشده است کرا خاتون و کیمیا خاتون در واقعی مولانا شمس تا حدودی گزارش شدند آن هم به واسطه گزارشگران بعدی بوده است نقش سازنده و تراژیک زنی به نام یاسمن در اواخر عمر زندگی ابن سینا موجب خیزش عرفانی در این حکیم ناکام است و همه آثار افانی او حاصل این دوره هستند. در زندگی نامه شیخ روزبهان شیرازی نیز گزارش از یک زن اسفهانی در مکه است که موجب انقلاب عرفانی در این صوفی بزرگ بوده است. شیخ عطار نیشابوری نیز زاده عرفانی یک عشق در هندوستان است که با وی به وصلت نیز رسید. ولی این زن جوان مرگ شد و عرفان عطار را تبدیل به عرفانی تراژیک ساخت. هفته این یک سنت الهی و جهانی بوده است. در زندگی سقرات حکیم نیز خبر از زنی حکیم است که رابطه اسرارآمیزی داشتند. در روم باستان و صده هفتم قبل از میلاد خبر از زنی حکیم، سخنبر، موسیقیدان، شاعر و عاشقی حیرتابر به نام صوفا است که ده ها حکیم و فیلسوف در عصر خود را تحت تأثیر داشته است. هجده. اگر عشق عرفانی را هم از منظر علم درجات بنگریم در تاریخ جدید ایران میتوان زنانی چون پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد فر را هم شامل کنیم که خود مظهری از یک فرهنگ تلقی میشوند که تاهر قررت العین آغازگری بزرگ در عصر جدید است که از بانیان نهزت انقلابی بابیه بود. نونسته زن در جوامع و فرهنگ های بسته و قشری و مردم سالار در قلمرو عشق عرفانی مواجه با مصائب و اتهاماتی گذاف و ناحق است و چه بسا جانش را بر این عشق نهاده و به انواع اتهامات متهم بوده است همچون فحشا، جادوگری، زندیق، الهاد و غیره همچون رابع ادبیه و تاهر قررت و, و فروغ فرخزاد فر در ایران و جاندارک در اروپا و جمیل بو پاشا در الجزایر و زینب پاشا در آذربایجان و امثال هم و جمله شهید و جوان مرد بیست عشق عرفانی عشقی ملوس و حرم سرایی و عافیت طلب و خصوصی نیست بلکه واقعی اجتماعی و انقلابی است و خواه نخواه مردمان را به خود جلب می کند. 21. عشق عرفانی عشقی ادالت طلبانه و براستی انقلابی است. انقلابی انسانی و روحانی و نه سیاسی و اقتصادی. هرچند که همه ارکان مظالم را شامل می شود و چه بسا حکومت های ظالم را مخاطب قرار می دهد. مثل تاهره قررت و, و جاندارک و فرو. 22. همانطور که قبلا نشان داده ایم عشق حقه عین ادارت است زیرا از عرفان بر بیخیزد و عرفان قلم رو به, به خود و ستم زدایی از خیشتن است و این ستم ستیزی کل جامعه را مخاطب می سازد 23. می دانین که نخستین موج از انقلاب وحیانی هیانی پیام بر اسلام متوجه آزادی زن از اسارت جاهلیت و بردهداری عرب است که زن را زنده بگور کرده و یا می فروختند. و این نوری از عشق عرفانی محمد خدیجه بود که کل فرهنگ جهان را تحت تأثیر قرار داد و تا به امروز ادامه دارد. 24. و اما عالی ترین حد عشق عرفانی در دین محمد در وجود حضرت فاطمه تعیین یافت و برای نخستین بار یک زن به کمال رسید و امامت یافت. و مهد امامت و ولایت وجودی در تاریخ بشر گردید و خورشید جاودان عشق عرفانی در عرفان اسلامی و ایرانی است و همه عرفان ها و عارفان بزرگ ما مولود این عشق هستند و چه بسا زن این عشق در جایگاه پیر هدایت و نور امامت برای مرد تلقی می شود همانطور که در اشعار حافظ و آثار ابن عربی شاهدی 25. سخن از زلف و کاکل و خم ابرو و ساغر چشم و خد و خال سخنی به مثال و استعاره نیست بلکه مجازی است که عین حقیقت است 26 در عشق عرفانی هر یک از طرفین ظرف تجلی و تعین ما برای طبیعت در طبیعت می باشند ولی زائین این عشق قلم اسمت محض است و درست به همین دلیل آینه ناپاکی های جامعه است و مردمان ناپاکی های خود را در این آینه در میابند ولی اکثرا آینه را سنگ باران می کنند ملامتگو چه در یابد میان عاشق و معشوق نبیند چشم نابینا خصوص سر پنهانی خیال چنبر زلفش فریبت می دهد آفز نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی بیست و هفت وصلت جسمانی در عشق عرفانی همانطور که حافظ گفت یک اقبال ناممکن است که طرف این بایستی از آن شدیدن بپرهیزند که آفت عظیم است و شرکی کبیر و این است که کل دیوان حافظ بیان فراغ در بساله است بیست و هشت لذا عشق عرفانی در این حال که بزرگترین اجر الهی به عارف است ولی سراسر ریاضت است ریاضتی که طرفین را به سوی لقاء الله هدایت می کند در عالم خاک 29 عشق عرفانی تنها عشق حلال و پاک در عالم خاک است برسه کمال اسمت است و لذا کمترین خطاب و شرک در این عشق منجر به عذابی عظیم می شود سی عشق عرفانی تجربه ی حیات بهشتی در عالم خاک است و لذا این همه دشمن و منکر داره این است که امر اول در این عشق همانا تقیه است و آنان که پرده ی تقیه را دریدند جان خود بر نهادند و با این حال موجب جاودان سازی عشق در جهان شدند و با خون خود عشق عرفانی را آبیاری کردند سی و یک و چه بسا زنان عارفی که به دست نزدیکان و خانواده خود به قتل رسیدند مثل رابعه ادویه که عارفی دانشمند و زاهد و شهره شهر بود و مردان بزرگی از محضر و کرامت او بهره گرفتند به دست برادر جاهلش به قتل رسید که به فسق شهره شهر بود و خواهرش را متهم به فسق و بی اسمتی نمود این رویارویی عشق پاک است با فسق و غیرت فاسقانی مردم سی و دو. آنگاه که دین خالص می شود و عشق پاک رخ می نماید از جانب مردمان و ملایان جور متهم به الهاد و فسق و اعدام می شود و این سنت عشق عرفانی در تاریخ است ولی نهایتا این عشق عرفانی است که کل دین و عشق و معرفت و تاریخ را به ارث می برد و میماند. سی و سه آدم و حوا در بهشت به دلیل انحراف در عشق از بهشت رانده شدند و آدم به نبوت رسید و دین پدید آمد تا عشق آدم حوایی را سامان دهد و خالص و پاک و خدایی کند کل دین و احکامش جز این رسالتی ندارد و زادین خالص به عشق ناب الهی میرسد و این اجر آن است سی و چهار عشق عرفانی همانطور که لغتش تدایی می کند عشق تو هم با شناخت یقینی است در نقطه مقابل عشق جاهلانی بشری که غرق در ابهام و تاریکی و توهم و مالیخولیاست و عاقبت در جنون و جنایت فرو می پاشد سی هر که خود را شناخت دیگران را هم شناخت این سخن سلطان عارفان علی علیه السلام است و این شناخت در عشق عرفانی به کمال میرسد و کمال شناخت آدمی از خودش به این عشق منتهی می شود. سی و شش. کسی که خود را شناخت خدا را شناخت علی علیه السلام یعنی خودشناسی به درک حضور خدا در خیشتن می رسد و عارف از ششم خدایی می نگرد آشق آلم و لذا عاشق عالم و آدمیان است و جز خدا نمی بیند پس عشق عرفانی چیزی جز رویارویی و دیدار خدا با خیشتن نیست در چشم عاشق و معشوق سی و هفت. پس عاشق و معشوق عاشق بر خدایند در یکدیگر چون دو مؤمن به دیدار یکدیگر میروند خداوند دیدار می شود عشق عرفانی آیت دیدار دو مؤمن مخلص و عارف است سی و هشت. در نهان خانه اشرت سنمی خوش دارم که سر زلف و رخش نعل در آتش دارم عاشق و رندم و میخاره به آواز بلند این همه منصب از آن شوخ پریوش دارم این همان شراب زنجبیلی و حور بهشتی است که در قرآن کریم برای برخی از مخلصین در جنات نعیم همین دنیا میسر میآید. منتها چون هنوز تن خاکی در میان است این به غرق قرق در فراغ است که ناوک قمزه بیار و زره زولف که من جنگ ها با دل مجروح بلاکش دارم و این به روحانی است و تن حق دخالت ندارد با یستی خون دل بخورد و دمادم با خود بجنگد سیونو در عرفان هندو یار عرفانی و وسال روحانی بدون دخالت بدن در عین حضور بدن به عنوان یکی از شاق ترین تمرین های تسکیه نفس مطرح است که به رحماکاری نامیده می شود گاندی رهبر فقید هند هم از آن دم می زند و آشکارا این نوع وسال بین زن و مرد را در میان مریدانش توصیه می نمود و این پیروزی روح در قبال تن را تنها راه پیدایش صلح جهانی میدانست و میدانیم که مخالفان گاندی همین نظریه را ملعبه تخریب شخصیت و مبارزات او نمودند و او را به جنون جنسی متهم کردند و او در سکوت به راه خود ادامه داد چهل رابطه بالاتنهای زن و مرد بدون دخالت پایین تنه آرمان براه ماکاری عرفان هنده است که این تعلیم را تنها راه نجات بشریت از شرارت و پلیدی و جنون و ستم می داند. و این یک آرمان اسلامی و قرآنی نیز می باشد و در عرفان اسلامی نیز به زبان راز بیان شده است و آنان که این زبان را فهم نمی کنند به انواع تفسیرهای گمراه کننده دچار می شود. این امر یکی از مهمترین مسائل و معماهای عرفانی در جهان اسلام بوده است که میفر اکثر مناقشاتی بوده است که بر علیه عرفان برپا شده است و برخی هم عرفان را تقدیس فسق و فجور پنداشتند ولی حقیقت نه این است و نه آن چهل نامگذاری سمبولیک و شاعرانی مثل شم و گل و پروانه و بلبل و شاهد و ساقی نیز بیانگر یک واقعیت عرفانی است که هویت یک جمع عرفانی را خاطر نشان می کند که معمولا یا چهار نفره است و یا شش نفره همانطور که در قرآن کریم آمده است که هرگاه سه تن از مؤمنان راز دل در میان نهند چهارمی آنها خداست و هرگاه پنج تن از آنان جمع آیند ششمین آنها خداست این معنای همان پنج تن آل عبا در صدر اسلام است که تبدیل به ماجرایی جاویدان شده است که از ازل تا ابد بر روی زمین جاری است و به مسابق محفل الله است و یا همان حزب الله است و تعدادشان در هر عصری بیش از این نیست و سنگ زیر بنای چون این جمع الهی همانا دو عاشق و معشوق عرفانی است که به مسابق شمع و گل هستند و این نخستین هسته مرکزی یک تمدن الهی و جامعه امام زمانی بر روی زمین است همانطور که هرگاه هر جایی که این جمع پدید آمده است مسیر تاریخ بشری را دگرگون ساخته است مثل پنج تن آل که در طول تاریخ در عارفان و مخلصین دیگری در هر دوران برپا می شود تا دین خدا احیا گردد مثل جمع شش نفری مولانا و شمس تبریزی چهل و دو این جمع الهی در قرآن نام دیگری هم دارد و آن اسناف سلاسه است که همان مسلس اساسی عشق سه نفره است که ذکرش در آیه دیگری آمد و خداوند به اسناف سلاسه سوگند یاد کرده است این مسلس ها هسته های بنیادین مدینه فاضله دینی و اسلامی است چهل و سه جورج سروکین به عنوان بزرگترین جامعه شناس عصر پسا مدرنیزم در دو نظام امپریالیستی و سوسیالیستی نظریه معروفی داند به نام آماتولوژی که تنها راه نجات جوامع مدرن از ظلم و استثمار است و عجبا که این نظریه بیان دیگری از عشق عرفانی است که این جامعه شناس روسی در مطالعات عرفان اسلامی به دست آورده است او پیدایش شهسته های عشق عرفانی را تنها راه مبارزه اساسی با ستم و استثمار و سربت اندوزی می داند. او عشق عرفانی را اساس عدالت اجتماعی می داند چهل و چهار آماتولوژی ادامه تکاملی جامعه شناسی سوسیالیستی مارکسیستی است. مارکس و انگلز دو تن از بانیان جامعه شناسی سوسیالیستی و عدالت محور ریشه های تاریخی و اجتماعی ستم و استثمار را در خانواده و رابطه جنسی زناشویی می دانند که البته این نظریه اثبات همان داستان آدم و حوا در کتب آسمانی است که به روش دیگری درک شده است. ولی مارکسیزم نتوانست راه نجات از استثمار و ستم اقتصادی را به درستی درک نماید. ولی سروکین بر حسب اتفاق در مطالعه آثار عرفای ایرانی اسلامی موفق به کشف این نجات شد و این برای ما مسلمانان هم جای شکر است و هم شر زیرا فقط در عرفان ایرانی اسلامی است که راه حل همه دردهای بشری عشق عرفانی است چهل و بیهوده نیست که همه عارفان بزرگ عرصه عشق در جهان اسلام و خاص ایران از پرچمداران نبرد با ستم و بیعدالتی بودند مثل مانی و مزدک و حسن صباه و علی و حلاج و قررت عین و غیره و در جهان معاصر هم کسانی چون دکتر شریعتی و امام خمینی چهل و شش و این همان تلاشی است که در ده ساله به اثبات رسانیده ای که عشق اساس عدالت است و عدالت عین عشق است عشق ایساری ارفانی نتیجه گیری آدمی از آنجا که به قول قرآن از نفسی کافر و ظالم و جاهل است تا آنجا که در توان داشته باشد روی به دین و فضیلت و معرفت نمی کند. و اگر هم کند از مکر و نفاق اوست الا انگشت شماری از مخلصی و اما تاریخ تمدن ابزار پرستی و تکنولوژیک تماما قلم رو به تجربه ی حیات دوزخی بشر است و با پیشرفت تکنولوژی ایاشی ها و بازی های افسون کننده تر و گذراتر و عذاب مادام العمر و مهلک پدید آمده است که این سیر به نابودی بشریت می انجامد و نشانه های این نابودی نیز بر آنان که هنوز کور نشده اند کاملا مشهود است با نمونه هایی که در قرآن و تاریخ ائمه و عرفا و از جمله تجربیات شخصی این جانب حاصل می آید می توان به این نتیجه قطعی رسید که حیات موعود بهشتی هر آن برای افراد بشری قابل وصول است که خود این جانب به همراه چند نفر این تجربه را با مدت دو سال در ییلاقی تجربه کرده ایم با توجه به این امر که افراد آن جمع اساساً هیچ یک حداقل ایمان نیز به این حقایق و معارف الهی نداشتند و همچون قوم بنی اسرائیل از سر درماندگی و ناچاری به آنجا پناهنده شده بودند. بنابراین دستیابی به یک زندگی بهشتی بر روی زمین برای افراد و گروه های کوچک بشری همکنون نیز در آغوش طبیعت بکر و مبرا از هر صنعت و فرابردگی علمی فنی مدرن امکان پذیر است. برای قصد این رساله نجات جوامع بشری و ایجاد یک تمدن الهی و عرفانی است که مستلزم استحقاق معنوی می باشد که حداقل ضرورت معنوی این واقعه به بنبست رسیدن با تمامیت این تمدن مدرن است این بنبست یا واقعی فیزیکی و اقتصادی اجتماعی و جبری و از روی قایت عذاب است و یا به واسطه معرفت به تجربه و نیز روایات شیعی و همچنین برخی روایات غیر اسلامی باید گفت که ظهور ناجی موعود و پیدایش تمدنی پسا مدرنیزم و پسا تکنولوژیزم فقط از بطن فروپاشی و انهدام این تمدن در خودش و به واسطه خودکشی و خودبرندازی ممکن می شود. که حدود دو سوم بشریت در این واقع نابود می شود و ما به ندامت و توبه از تمامیت خود و این تمدن می رسند. و این آستانی ظهور است که گوشها برای شنیدن حقایق شنوا شده است این رساله به همراه سایر آثار بنده موجب کوتاهتر کردن این دوره انهدام آخر و زمانی و به حد دقل رسانیدن تلفات و قدرت تخریب این انهدام است نجات دو نوع است یکی فردی و دیگری جمعی و اما این رساله نجات جمعی را منظور دارد که البته جز به همت رهبران و دولت ها ممکن نمی باشد. و کمترین کاری که حکومت و به خصوص حکومت های دینی و اسلامی می بایست انجام دهند این است که این حقایق را به مردم برسانند و از رسیدن این آثار به گوش مردم جلوگیری نکنند که فردای قیامت مجبور به پاسخگویی هستند. و کل ملت ها به درگاه خدا از این حکومت ها شکایت خواهند کرد. و این کمترین توقعی است که ما از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران داریم که هم به رهایی ملت از این همه عذاب ها یاری میرساند و هم این مسئولیت کمرشکن را در قبال ملت از دوش مسئولین بر و هم نظام ما را از فروپاشی و رسوایی جهانی نجات می دهد. و بلکه نظام را به نهزت جهانی موعود متصل می سازن. و این نکته بسیار مهم نیز قابل تذکر است که آدمی تا زمانی که بر کفر و حیات دوزخی خود اصرار می برزد در بی از بهشت را نخواهد یافت. انسان تا دوزخ را ترک نگوید سمت بهشت را نخواهد دید. این بدان معناست که فرد یا جامعه‌ای به میزانی که دست و دل از تکنولوژی پرستی می شوید نشانه های کرامات الهی و در پای نجات را می یابد و این یک اصل معرفتی و اعتقادی است. همانطوری که تاریخ تمدن ابزاری و تکنولوژیستی بشر تجربه زمینی دوزخ است که به قول پیامبر اسلام ماده اولیه آن نفت است. جامعه امام زمانی هم تجربه بهشت زمینی بشر است و بدون این تجربه حیات بشر در عالم خاک کامل نخواهد شد و این است که چون این روایتی از پیامبر و ائمه اطهار علیه السلام داریم که اگر فقط یک روز به پایان جهان مانده باشد آن روز یک جامعه بر عدل و حقیقت دین خدا پدید خواهد آمد و بشریت برق در نعمات و کرامات الهی خواهد شد و زمین به نور خداوند طلوع خواهد کرد و چون این وعدهای در همه مذاهب جهان وجود دارد پس نمی تواند نادرست باشد پس مدینه فاضله اسلامی و جامعه معود تعین و تحقق بهشت آسمانی و اخروی بر روی زمین است همانطور که قرآن کریم گزارش کرده است همانطور که آخر الزمان عرصه ظهور و بروز همه طبقات عالم غیب و هفت زمین و آسمان و همه طبقات دوزخ و برزخ و بهشت است و کلام دیگر این که مدینه فاضله بهشت موعود جامعه و حکومت امام زمان و مسیح موعود و آن تمدن پسا تکنولوژیستی و فنی به وجود می آید که نیاز به آن در نفوس و آگاهی اکثریت بشریت بر روی زمین به وجود آمده باشد. یعنی تا پرستش تکنولوژیکی نابود نشود، مهدی و مسیح موعود ظهور نخواهند کرد. تا خداوند خالصانه پرستیده نشود و توبهی نسوح رخ ننماید در پای مغفرت و نعمات الهی گشوده نمی شود. و همه اینها مستلزم خود آگاهی عرفانی تاریخی الهی انسان است همانطور که تاریخ تمدن فنی بشر تماما برون افکنی نفس اماره بشر بوده است تاریخ تمدن عرفانی بشر هم حاصل برون افکنی نفس لوامه و مؤمنه بشر خواهد بود و نهایتا در کمالش تجلی نفس راضیت و المرزیت و ظهور نفس واحده بشریت است بنابراین با افول تمدن تکنولوژیکی که خرابات نفس اماره و نفس ظالمه و جاهلی بشر است تمدن پسا مدرنیزم و پسا تکنولوژیزم هم چند مرحله و درجه خواهد داشت که به ترتیب طبقات نفس بشری پی در پی خواهد آمد نفس لبامه، نفس ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضیه و مرزیه و نهایتا نفس واحده که جمعا با نفس اماره هفت مرحله دارد و بشریت در طی این هفت هزار سال گذشته فقط اسیر نفس اماره بوده است که در تمدن تکنولوژیستی به اوج و فروپاشی می رسد که نشانه های این فروپاشی از همه سو در حال آشکار شدن است پس از نفس اماره نوبت نفس لوامه یا حاصل ندامت و توبه از گذشته تاریخی خیش است و یک دوره انتقالی و برزخی است که پس از آن وارد عرصه نفس ملهمه می شوی که قلم رو به حیات الهامی و وحیانی است و سرآغاز ارتباط ما برای طبیعی بشر می باشد و در پای عالم غیب بر جوامع بشری گشوده می شود و نعمات غیبی رخ می نماید و بشر از اسارت تکنولوژی و یک تمدن چند هزار ساله خارج می شود و رزقش را از نزد خدا و به دست طبیعت می یابد. که رزقی آسمانی و ملکوتی است و این رزق خود موجب جهش و معراج برتری می شود و مراحل بعد را ممکن می سازد و نهایتا به مقامی می رسد که به کلی از رزق مادی بینیاز می گردد و تحقق آن حدیثی است که آدمی با یاد خدا سیر می شود رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند و این مقام بی تردید رخ می نماید و آدمی در حضور خدا و مقام لقاء اللهی می رسد بلا وقفه و در حقیقت یک تمدن تماما عرفانی خواهیم داشت یک تمدن امامیه به معنای واقعی کلمه مدینه ملهمه مدینه مطمئنه مدینه راضیه مدینه مرزیه مدینه واحده و کامله و این یک مدینه قرآنی است و حشر همه انبیا و اولیا و شهدا و صدیقی و انسان برای نخستین بار از تنهایی نجات مییابد و به وصال با پروردگارش میرسد و جز سلام و شکر کلامی در میان نیست این ظهور هفت طبقه نفس بشری تو با تجلی هفت طبقه آسمان در زمین ملکوت و جبروت و لاهوت و هاهوت در عالم ناسود این همان تعین تمامیت متافیزیک در فیزیک است و این وعده الهی است و در وقوعش تردیدی نیست این همان عاقبت به خیر تاریخ بشر در عالم هستی است و عرصه شرمساری ابلیس و سجده او بر بنی آدم و این پیروزی حق بر باطل است پیروزی انبیا و اولیا و شهدای تاریخ و تحقق فتبارک تبارک الله احسن الخالقی پس قبل از هر چیزی بایستی این خود آگاهی الهی در انسان بیدار و فعال شود و اراده به تحقق چنین جهانی در قلوب بشریت پدید آید یعنی این دعا مستجاب شود که ادعونی استجب لکم از خدا دعوت کنید تا بیاید این میهمانی خدا در خانه بشر است میهمانی خاهوت در ناسود این نزول عرش بر فرش است از تعلیم و تربیت و خودشناسی عرفانی اصل اول این واقع است یعنی باید جوامع بشری را چون این روزی امیدوار ساخت و این امید را تبدیل به شناخت و یقین عرفانی نمود و این همان کاری است که ما تمام عمر خود را بر آن ایم و مجموعه که آثار ما چیزی جز آماده سازی بشر برای چنین روزی نیست و البته مسلمانان و مخصوصا ما شیعیان بایستی دار و معلمین این تاریخ برتر باشیم و تاریخ پسا مدرن و پسا ستم را بیاموزیم و بیاموزانیم ما باید دایان این تمدن ما برای طبیعی باشیم تمدنی آسمانی بر زمین تمدن خدا در میان بشر این همان یوم الدین است یعنی روز دین و او هم مالک و سلطان چنین روزی است ما اینک در اوج نیمه شب تاریخ قرار داریم و با یه سی طلوع اشراقی را پیشا پیش جشن بگیریم و بشریت را به این طلوع امیدوار سازیم تا دست از خودکشی بردارد این است طلوع فجر پروردگار از آفاق هستی جهانی که انسان در آن زیست می کند تجلی نفس اوست و این یک قاعده ذاتی است به مصداق این آیه که خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمیدهد دهد الا این که آهاد آن قوم نفس خود را تغییر دهند. پس بشر امروز که مقیم و پرستنده نفس اماره و کافر و ظالم و جاهل خیشتن است جهانش نیز با او کافر و ظالم است و بشر برای رزق خود باید با کل جهان و جهانیان بجنگد چون بشر به خدایش کافر است و لذا جهان هستی او به بشر کافر است ولی بشری که تسلیم ارادی خداوند شد یعنی مسلمان شد جهان هم تسلیم و مسخر ارادی بشر می شود و بشر مظهر ارادی کن, کن می شود و هرچه که اراده کند جهان برایش به آنی آماده می سازد پس مدینه فاصله اسلامی جهانی است که تسلیم اراده انسان است و در آن انسان خلیفه خداست و طبیعت مرید انسان می باشد و انسان در جهان با کرامت خیش زیست می کند و لذا از غیر خیش بی نیاز می شود و این پایان سلطه تکنولوژی بر بشر است که سلطان شیطان می باشد مدینه فاضله اسلامی تحقق جنات نعیم برای کل جامعه بشری است همانطور که در قرآن در وصف عباد الله المخلصین آمده است و آخر و زمان که عرصه برونفکنی همه طبقات نفس بشری است که همان عرصه قیامت پنجاه هزار ساله است با دین محمد صلی الله آغاز شده است و محمد برپاکننده این قیامت است و علی پرچم دارش چرا که محمد اولین انسانی در تاریخ بود که به مقام نفس باهده در خود رسید و تجلی این نفس باهده و کامله هم واقعی معراج در بیرون است که مقام لقاء اللهی می باشد. این واقعه خلقت بشری را در عرصه تشریع کامل کرد و روز هفتم فرا رسید و ما اینک در روز هفتم قرار داریم که همان روز پنجاه هزار ساله و قیامت است. ولذا در نخستین فاز از این قیامت نفس اماری بشر فعال و برونفکنی شده است که ظهور دوزخ در عالم خاک است همانطور که در قرآن آمده است که هشدار که دوزخ آشکار شد و لذا پس از پایان این دوره بشر از دوزخ تکنولوژی خارج می شود یعنی از نفس اماره عبور می کند و به مرحله نفس لوامه یعنی برزخ وارد می شود. در ای بین تمدن تکنولوژیکی و تمدن بهشتی است که قلم رو زیستن در خرابات تمدن اماره و تکنولوژیکی می باشد و پس از آن در به بهشت گشوده می شود که به لحاظ باطنی عرصه نفس ملهمه است و این است که در قرآن آمده که پشدار که بهشت نزدیک شد و این محمد صلی الله بود که همه این طبقات نفس و طبقات آسمان را تی کرد و زمان یعنی تاریخ را به پایان رسانید در خیشتن و بشریت در عرصه این پایان قرار دارد که آخر زمان نامیده می شود که همان زمان خلقت بشری است که پایان یافته و کامل شده است و نوبت ظهور و بروز رسیده است که چهارده قرد از این واقعه می گذرد. پس کل این واقعه واقعی محمدی است و حق است که مدینه فاضله آخر و زمان هم مدینه محمدی باشد زیرا او فاتح آن است همانطور که نام مهدی موعود نیز محمد است و این همان است هرچه در طول تاریخ بشری از آدم تا خاتم در 124 هزار پیامبر رخ نمود و گفتند و بودند و شدند در عرصه آخر زمان پنجاه هزار ساله بر کل جامعه بشری واقع خواهد شد. آنچه که بر انبیای الهی در مدت حدود 6 هزار سال از آدم تا خاتم گذشت. آن شش هزار سال همان تاریخ تشریعی و تشریحی و تدریجی خلقت شش روزه بود چرا که به قول قرآن کریم هر روز خدا برای بشر هزار سال به طول می انجامد. آن قوس نزول وحی و ارسال پیام بران به سوی بشر بود و این مرحله دوم هم قوس صعود کل بشریت است یعنی عرصه رجعت ولذا همی معارف و حکمتها و علومش از جنس ذکر هستند یعنی به یاد آوردن بقای قوس نزول در عرصه صعود آن اولی تحقق و معنای انا لله هست و این دومی هم تحقق انا الیه راجعون می باشد و این رجعت البته سعودی و آسمانی و عروجی است و نه تاریخی که به معنای بازگشت به تاریخ گذشته یا ارتجاع می باشد. ولذا تاریخ شش هزار سالی آدم تا خاتم تاریخ انبیا است و تاریخ آخر زمانی و سعودی هم تاریخ اولیا است. نبوت و امامت یعنی امامت همان نبوت باطنی و سعودی و رجعتی است که به واسطه معرفت نفس و ذکر و عرفان عملی محقق می شود. عارفان این رجعت پنجاه هزار ساله را در محدوده عمر خود طی می کنند و جوامع بشری هم در کل مدت پنجاه هزار سال. تمدن فاضله امامیه حاصل نور متجلی از ذات امام زمان است و لذا این تمدن نوری انسانی است که در نقطه مقابل تمدن ناری یا تکنولوژیکی قرار دارد. یه تمدنی حاصل از کشف آتش از سنگ است. یعنی تمدن عصر حجری می باشد. پس نور بر نار فائق می آید و انسان بر سنگ.